به تازگی فیلم‌های در فضای اجتماعی منتشر شده که از روابط گوگوش و رها اعتمادی به شکل صمیمانه‌ای پرده برداری می‌کنه. در ادامه این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. مدتی پیش بود که گوگوش طی یه مصاحبه مفصل از مسائل جنجالی پرده برداشت و صحبت‌هایی هم در مورد همسر اولش یعنی محمود قربانی انجام داد. اون ابتدا از پسرش کامبی صحبت کرد و گفت خیلی اذیتم می‌کنه. هم خودش رو اذیت می‌کنه، هم بچه‌هاشو و هم خانواده‌شو. اون ادامه میده برای بهبود روابط خودش با پسرش خیلی تلاش کرده ولی درست نشد و در آخر اذعان می‌کنه در زمینه مادری شکست خورده. گوگوش تا کنون 4 بار ازدواج رسمی داشته و این ازدواج ها به طلاق ختم شدن. همسر اول اون محمود قربانی و عمر زندگی مشترکشون 5 سال و حاصل اون یه پسر به نام کامبیز بود. بهروز وثوقی همسر دوم اون بود و تنها 1 سال در کنار هم بودن. همایون مصداقی همسر سوم گوگوش بود و 12 سال کنار همدیگه زندگی کردن و ازدواج آخر اون با مسعود کیمیایی بود که 6 سال طول کشید. در مصاحبه‌ای که گوگوش با هما سرشار داشت، بیشتر به پشت پرده این ازدواج‌ها پرداخته شد. در بخشی از این گفتگو، گوگوش میگه در طول زندگیش 2 اشتباه خیلی بزرگ انجام داده. یکی ازدواج با محمود قربانی و دیگری همکاری با مهرداد آسمانی به مدت 5 سال. اون همکاری با آسمانی رو ضعیف‌ترین دوران کاریش اعلام کرده و مهرداد آسمانی، خواننده و نوازنده ایرانی ساکن لس آنجلس، در پاسخ به این اظهار نظر در اینستاگرام خودش چنین نوشت: امیدوارم چند سال بعد از امروز خود پشیمون نباشید. من مهرداد آسمانی به خاطر ساختن 4 آلبوم برای خانم آتشین و ترانه هایی که گمان کنم میشناسید، اول از خانواده خودم که باعث رنج فراوون اونها شدم و سپس از مردم خوب و دنبال کنندگان موسیقی فاخر پوزش میطلبم. تاریخ موسیقی در غربت رو نه هما سرشار می نویسه و نه من. تاریخ موسیقی در غربت رو مردم ایران می نویسن. شهریار قنبری و زویا زاکاریان مفاخر ادبی کشورمون هستن و از اینکه شانس ساخت و اجرای ترانه هاشون رو داشتم به خود می بالن. به گفته گوگوش اشتباه دیگرش ازدواج با محمود قربانی بود که اگر به گذشته برمیگشت هیچ وقت اون را انجام نمیداد. بعد از این ادعا قربانی پستی رو در اینستاگرامش منتشر کرد و گفت من و کامبیز این مدت سعی کردیم احترام مادر بودن گوگوش رو حفظ کنیم و همیشه حمایتش کنیم، اما میبینم هنوز هم همون حالت جوونیش و زمانی که میخواست از من جدا بشه رو داره. همون زمان هم به مقامات گفته بود که من اون رو کتک میزدم، اما من به شرف خاک مادرم و ایران قسم میخورم که اصلا دست روی اون بلند نکردم و اون با این شگرد معصوم بازی من رو دیو و خودش رو محبوب کرد. ما حرفی نزدیم ولی من به احترام عشق به فرزندم اون رو حمایت کردم. گوگوش در بخش دیگری محمود قربانی رو زنباره خطاب کرد. محمود قربانی در واکنش به صحبت‌های گوگوش گفت گوگوش چرا کثافتکاری تو سر من و فرزندت میندازی؟ برو خجالت بکش زن. از این کثافتکاری ها دست بردار. برو دنبال همون رهایی که از حق و بالت داره میخوره و عشق میکنه و تو نشستی تو خونت. بعد از برگزاری آکادمی شبکه من و تو، شایعات زیادی از رابطه عاشقانه گوگوش با رها اعتمادی، مجری و ترانه‌سرا منتشر شد که هر بار تکذیب میشد. حالا با افشای قربانی به نظر میرسه که این رابطه فراتر از یه شایعه بوده. اما به تازگی فیلمی عاشقانه از رها اعتمادی و گوگوش منتشر شده که هرچند در فضای مجازی این ارتباط دائما مطرح میشه، ولی هیچ وقت نه گوگوش و نه رها اعتمادی این ارتباط که از نظر مردم نوعی ازدواج یا زندگی مشترک هست رو تکذیب نکردن. ولی گهگاهی تصاویر و فیلم‌هایی از اونها منتشر میشه که بر ارتباط صمیمی بینشون سهه میذاره.
یکی دیگه از افرادی که این اواخر به ارتباط گوگوش و رها اشاره کرده احلام هست که سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات مردمی گوگوش در ظاهر برای حمایت از مردم کنسرتی برگزار کرده بود و احلام این کنسرت رو سوء استفاده از شرایط قلمداد کرد. اون طی یه استوری نوشته بود این زنی که یه 70 ساله از استعداد بازیگریش همه جا استفاده کرده و شما مردمی که پای استیج این پول پرست نشستین و بعد از شعار دادن و اشکای تمساحش باهاش غر دادین چقدر کثیفین. مردم بچه 15 ساله زیر خاک کردن. خاک به کل وجودتون. این عوضی 500,000 دلارشو گرفته گذاشته تو جیب دوست پسر 35 سالش. شما چقدر بدبختین که میرین تیکت این انو میخرین. اونم تو شرایطی که این همه جوون از دست دادیم. رها اعتمادی در 12 آبان سال 63 در تهران زاده شد. بعد از 6 ماه زندگی در ایران، خانواده اون به کشور سوئد مهاجرت کردند و تا 19 سالگی ساکن اونجا بود. اون برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا رفت و 4 سال در اونجا اقامت کرد. سپس به لندن مهاجرت کرد. در دوران کودکی در رشته تنیس شروع به فعالیت کرد و در سن 16 سالگی برای نخستین بار از سوی فدراسیون ورزشی برای مسابقات تنیس راهی ایران شد که تنها سفرش به ایران بوده و در این مسابقه مقام سوم رو کسب کرد. اون مربیگری تنیس رو در لندن دنبال می‌کرد. اون فارغ التحصیل رشته روانشناسی و جامعه شناسی از دانشگاه لس‌آنجلس آمریکا هم هست و بعد به لندن مهاجرت کرد و دوباره به لس‌آنجلس برگشت و همکنون همونجا زندگی میکنه. رها اعتمادی یکی از مجریان شبکه من و تو و از دست‌اندرکاران و تهیه کنندگان این شبکه هم بود. ترانه سرایی رو از سن 14 سالگی آغاز کرد و از کودکی در محافل شاعرانه و ادبی شرکت داشت. از جمله کارهای اون میشه از آکادمی موسیقی گوگوش، مستند در تبعید، رضا شاه، از تهران تا قاهره، جواب، بهترین ها، برنامه استیج و مستند پیشوای آلمان شب بود نام برد. اون همچنین ترانه سرای برخی از آهنگ های آکادمی موسیقی گوگوش، آلبوم حجم سبز، آلبوم اعجاز گوگوش و همچنین همکاری با عارف و سیاوش قمیشی و ترانه سرایی چند تک آهنگ دیگر رو در کارنامه خودش داره. در سال 2021 میلادی با ترانه های وی و آهنگسازی سیاوش قمیشی و خوانندگی گوگوش آلبوم 21 منتشر شد. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد بدرود.